سلام سلامتی به تک تک شما عزیزان همراهان و یاران همیشگی کلیسای آلفا اومگا سال 9 میلادی رو به بینندگان عزیز به عزیزانی که به ما وصل هستن از طریق رسانه ها و همینطور عزیزانی که اینجا حاضر هستن شاد باش میگم تهیت میگم آمین که سالی که در پیش داریم با قوت روح القدس با فرشته های محافظی که برای تک تک ما گذاشته شده عالیتر، سفر در خداوند همینطور که الیزای عزیزم گفت در شناختی امیختر از بدن مبارک او و خود عیسی مسیح جلو بریم مثلا امروز که چه شادی بزرگی حقیقتا میتونه در قلب ما موج بزنه که اولین هفته سال 2021 بدن مقدس عیسی مسیح با اشای مقدسی که اینجا این میز پاورجاس میتونه مبارک و برکت یافته باشه باور میکنی باشه که این تغذیه روحانی عزیزان به روح و روان تک تک ما قوت بده امید بده ایمان بده که هر آنچه که در سال 2020 بوده هر خاطره گزنده هر چیزی که بوده پشت سر بذاریم رها شده از گذشته از خاطرات گذشته از هر چیز کهنه رها شده وارد سال 2021 شدیم و جلو بریم آمین چون سالی که در پیش خودش مشکلات خاص خودشو داره اصلا نیازی نیست که چیزهای گذشته رو کهنه رو ما با خودمون حمل کنیم و باشه که امروز عزیزان به طور خاصتر این راز نان و شراب باعث بشه که در قلب های ما حقیقتا در روح ما در اون انسانیت باطنی ما این تجربه رو بکنیم که در این میز اشا با یهوه خدا هم سفره خواهیم شد آمین با پدر پسر روح القدس و به یاد بیاریم که این قربانی مقدس یک عرف مذهبی نیست یک چیز فقط سمبولیک نیست و که ایسای مسیح خداوند برای تقویت بخشیدن بدنش این رسم و بر جا گذاشته و همینطور که کلیسا خداوند میخواد ایسای مسیح و کلیسا و با همدیگه در یک اتحاد عمیقتری از طریق این مذبح عشا و شرکت در این میز مقدس وارد بشیم آمین پس چقدر عزیزان شایسته و بجاست که در این روز اول با سکوتمون چند لحظه سکوت کنیم با سکوتمون با قلب هایی که توش پر از حرمت و احترامه این سرور کلیسا خداوند کلیسا که الان بین ما خرامانه با سکوتمون به او حرمت و احترام بذاریم آمین عزیزان همگی ما از بدو تولد تازمون یاد گرفتیم که عیسی در یک بدن تو امن دو ماهیت الهی داشت دو طبیعت الهی داشت یکی طبیعت الهی یکی طبیعت انسانی اگه بخوایم در یک جمله اینو خلاصه کنیم میتونیم بگیم خدا از ابدیت خارج شد و در عیسی مسیح خداوند پسر انسان شد خدا انسان و همچنین او دو بدن داشته و داره او در محدوده بدن جسمانی خودش به عنوان یک یهودی نجار دو هزار سال پیش روی صلیب متحمل درد و رنج بشریت شد تا انسان رو با خدا آشتی بده اما در این حال او دارای یک بدن معنوی و روحانی هست به نام کلیسا بدنی که در تمامی اثار شهیدانی رو داده شهیدانی که خونشون ریخته شد برای جلال خداوند و قداست و نگه داشتن کلیسا بدنی که در تمامی اثار متحمل رنج ها و انات ها شد تا کلیسا در حقیقت و راستی و قدوسیت پا برجا جلو بره آمین که هر وقت که در مراسم عشای ربانی شرکت می کنیم و این جمله رو می شنویم که بگیرید بخورید این است بدن من هم بدن معنوی خداوندمون رو به یاد بیاریم کلیسا رو هم بدن جسمانی او که روی صلیب برای ما داده شد هر دو بدن رو مورد تجلیل و بزرگداشت قرار بدیم امید و من امروز به قوت روح خدا و هدایت او میخوام راجع به بدن روحانی بدن معنوی او صحبت کنم حاضرین با هم کمر دلهای خودمون رو ببندیم تا مثل یک زائر مشتاق در کلام خدا تردد کنیم تا به شناخت عمیقتر به بدن خداوندمون بدن معنوی او برسیم آماده هستین عزیزان در کلام خدا میگه معلمی که در پادشاهی خدا داره کلام خدا رو میگه خوبه که از خزانه خود هم چیزهای کهنه و هم چیزهای نو بیرون بیاره یعنی هم از عهد عتیق هم از عهد جدید پس ما با هم در عهد عتیق و جدید با هم حرکت میکنیم آمین اول از هیچ جایی به اندازه مزمور 84 آیه یک تا هفت رو با هم دیگه قرائت میکنیم از روی صفحه نمایشگر ای یهوه سبایوت چه دل پذیر است مسکنهای تو جان من مشتاق بلکه کاهیده شده برای صحنای خداوند دلم و جسدم زهه میزنه له, له میزنه گنجشک نیز برای خود خانهی پیدا کرده و پرستو برای خیشتن آشیانه تا بچه های خود را در آن بگذارد در مذبه های تو یهو و سبایود که پادشاه من و خدای من هستید خوشا حال آنانی که در خانه تو ساکنند که تو را دائما تسبیح میخوانند خوشا حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دلهای ایشان است چون از وادی بکا عبور کنند آن را چشمه میسازند و باران آن را به برکات خواهد پوشانید از قوت به قوت میخرامند و هر یک از ایشان در سیحون نزد خداوند حاضر خواهند شد از مزمور 84 قلب مزامیره در مزامیر مثل یک الماس دائما میدرخشه این مزمور به زمانهایی داره اشاره میکنه که قوم خدا در سال سه بار باید تیه طریق میکردن تا برای زیارت به معبد مقدس برند اون زمانش که فرام رسید چادرها رو برمیچیدن بچه های کوچیک و خواب و بیدار رو پشتاشون میبستند. از رو جذب میکردن تا یک سفر طولانی و پرمشقت از روسا به روسا از کوه به کوه از تپه به تپه به طرف معبد خدا برن در بین راه که میرفتن ساکنان روستاها به اونا میپیوستن و تبدیل به یک کاروان خیلی بزرگی میشدن فقط میخوام فکرشو بکنین <applause> که در این کاروانی که داشتن جلو میرفتن به طرف زیارت خانه خدا پر از عرابه ها، اولاه ها، رمه ها، کوچیک و بزرگ سرودخانان، همت کنان، رخص کنان میرفتن تا شاه آسمانی خودشونو در اون شکوه و جلال در مسکن جایی که سکونت داشت پرستش کنم یهوه سبایود چه دل پذیر است از مسکنهای تو جان من مشتاقه جسد من داره له میزنه ناله میکنه که کی به اونجا برسم از هر موقعی که این آیه رو میخونیم هم میتونه کمی اشتیاق ما رو برای محل سکونت خدا مورد ملامت و سرزنش قرار بده هم میتونه این قدرت رو داره این آیه که یه جوری انگیزه و اشتیاق در ما ایجاد کنه اونا در یک سفری پر تب و تاب جلو میرفتن و چقدر خوش ها نصیبشون میشد خوش حال آنانی که در خانه تو ساکنن اشاره به ریشه کردنه اونایی که دائما در هر وضعیتی طوفانی و آفتابی تو رو تسبیح میخوانن خوشا به حال اون کسایی که قوت اونا از طریق تو و طریق های تو در دل ایشان است این افراد چون از بادی اشکا به کا بیابان ها عبور کنند آن را چشمه می سازند و باران به برکات آن را می تا هر یکی از آنها نزد خدا حاضر بشند از وقتی به وادی بکا میرسیم وادی اشکا میرسیم میبینیم تمامی جنبه‌های این سفر زیارتی مطبوع خوشایند نبوده اونا دائما در حال رقصیدن و بشکن زدن نبودن افرادی بودن که از این وادی بیابان‌های برهود میگذشتن چقدر ضعیف میشدن چقدر سفر به نظرشون طولانی بود چقدر خسته کننده بود چقدر ضعف به هم می رسوندن. اما اونا اراده کرده بودن که باید برن خدا رو ملاقات کنن چون تمامی هویت حو ملی اینا هویت روحانی اونا حیات روحانی اونا بیداری اونا اون چالاکی و سرزندگی روحانی اونا بستگی به این داشت که برن وارد محل سکونت خدا بشن و خدا رو در اون شکوه و جلال ملاقات کنن عزیزان اگه امروز تو از وادی عشقا میگذری یا گذشتی مخصوصا در این سالی که گذشت خیلی مانه ها بود ولی ایستادگی کردی برای خداوند پاهات به عقب برنگشت. نگشت اگه تو کسی هستی که بین ما منتظری که خدا تو رو ملاقات کنه اشکا ریختی ناله ها کردی که با خدا در یک اتحادی قرار بگیری اگه در یک بیابان خشک روحانی هستی زندگی شخصی هستی خانوادگی هستی دعاهایی کردی جواب داده نشده اینا همه درده اینا همه ما رو وارد یک بیابون های سخت و خشک میکنه اما داری او رو پیروی میکنی پاهای تو به عقب بر نگشته عزیزان مطمئن باش میخوام به تو بگم راه رسیدن به خدا رو داری طی میکنی تو در این مکانهای خشکی که سپری کردی به خصوص در این مارهایی که گذشت خداوند در این آیه میگه این مکان رو به باران روح القدس زمینش رو حاصل خیز خواهد کرد کلیسه هایی که خشک و شده خداوند وعده داده مخصوصا برای یاران و عزیزان عیسی مسیح که باران معجزه آسا این بیابان های خشک و به دشت های حاصلخیز تبدیل خواهد کرد اینجا یه آمین جانانه داره نیست ما در سالی که گذشت همراه و همراهان و یاران کلیسای آلفا اومگا از بیابانهای خیلی برهوتی گذشتیم از وادی اشکا و دردهای ذهی گذشتیم عزیزان هر موقع که من درد و رنج صحبت میکنم منظورم اون دردهای شخصی نیست بعضی ها میگن خدا کرونا برای ما چقدر خوب بود تو خونه کارمونو کردیم چقدر زحمت کم بود من اگه بخوام به شخصی نگاه کنم خیلی مواهب میتونم بهش اشاره کنم هر موقع که از درد و رنج و وادی اشکا صحبت میکنم منظورم از, از, از اون دردهای جمعیه اون دردهایی که مخصوصا در این سالی که گذشت پیکر بشریت رو زخمی کرد آسیب رسوند شاهد بودیم عزیزان در این بحران و به هم ریختگی جهانی چقدر خشونت ترس تنفر شورش طوفان ها زلزله ها جنگ ها این انتخابات عجیب غریب که پشتش خیلی داستان هاست و چقدر تاثیر انگیزه سرزمین ایران ما افغانستان ما از چه ظلم ها و درد های عبور کردن عزیزان این اینا درد های جمعیه که در حافظه ی انسان در خاطره ی انسان باقی میمونه حتی به آیندگان منتقل میشه چقدر سعدی قشنگ گفته یعنی آدم اعضای یکدیگرن نیست بلدی که از آفاینش سه یک گوهرند دیگه چه عضوی به درد آورد آمین اینا دردهای بشر رنج هایی که یک سر سوزن ما میفهمیم حتی از طریق مطبوعات وقتی ما میشنویم حافظه ما ذخیره میشه و درد و رنج تولید میکنه و از این درد گذشته عزیزانی که به کلیسای خداوند وصل بودن میتونه بزرگترین دردشون این باشه که از صحنه خدا از مسکن های خدا دور بودن چه مشارکت های عالی بود که نداشتیم درسته هر روز این فاصله ها داره بیشتر میشه اینا همه درد های جمعیه که ما نمیتونیم عزیزان نسبت بهش بی تفاوت باشیم مزمور 84 و پسران قره نوشتن پسرانی که خیلی خوب تجربه کردن درت و رنج هایی که در حافظه اونا بود هم شد هفت نسل عزیزان حسرت و آه بود در قلب های اونا از اینکه سالهای زیادی در خانه خدا نبودن خدا رو نمی پرستیدن نمی بپرستن تو اعداد فصل 16 میتونیم به این داستان مراجعه کنید وقتی قره و خاندانش برگزیدگان خداوند رو مست شدگان خداوند رو مقابل شیستادن و دست گذاشتن شورش کردن چه مجازات سختی چه تراژدی وحشتناکی رو اونو شدن نه فقط همین بلکه هفت نسل پسران قره اجازه نداشتن خدا رو خدمت کنن اجازه نداشتن وارد معبد خداوند بشن بعد از هفت نسل عزیزان اونا با یه مکاشفه در قلبشون با یه قلب و جانی که ملتهب بود برای خانه خدای یهوه سبایوت چه دلپذیر است مسکنهای تو چه زیبا صحنای تو جان من روح من داره لح, لح میزنه برای صحنای تو برای مسکنهای تو که کی بیام به حضور تو با قوم خدا تو رو بپرستم لذا میتونم بگم یکی از مواهب عالی این بحران جهانی این بوده اگه به امید خدا تموم شه هر مشکل یه تاریخ انقضا داره تاریخ انقضاش به سر بیاد ما هم عاشقان خدا و بدن خداوندم این روح قره و پسران قره بر ما قرار میگیره همینطور لح لحسران سرودخانان این مسیر رو میایم بگیم ای یهو و خدا یهوه سبایو چه دل پذیر است مسکنهای تو جان من مشتاقه جسدم داره لح, لح میزنه الان تو ایران همین وضعیت هستن زمانایی که ما تو ایران بودیم تمام حول و حراسمون این بود نکنه یه هفته کلیسا رو ببندن در سختترین و حساسترین تاریخ بود که ما اونجا بودیم تمام دردمون این بود نکنه مورد تعدیب کلیسایی قرار بگیم یکی دو هفته نیم کلیسا داوود هم از در مزمور 122 تجربه پسران قره رو داشت وقتی که از شهر زیبای اورشلیم این شهر مقدس خدا که قلب جهان قرار داره حقیقتا هیچ دستی هیچ بازو اجرایی مثل خدا نمیتونست این شهر رو منتخب کنه انتخاب کنه وقتی از دست پسرش افشالون فرار میکرد در کوه و مقاره ها وقتی که داشت بر میگشت همین حال بود مزمور 122 چی میگه شادمان میشدم چون به من میگفتم به خانه خداوند برویم پاهای ما خواهد ایستاد به اندرون تو ای دروازه های اورشلیم ای اورشلیم که بنا شده ای مثل یک شهری که تماما به هم پیوسته است معنی اورشلیم چی عزیزان معنی لغویش اور یعنی شهر شالیم یعنی شالوم سلامتی همون سلام ایرانی ما پس چی میشه شهر سلامتی پاهای ما خواهد ایستاد و اندرون دروازه های تو ای اورشلیم هر جا که پا میگه در کلام خدا سمبول فهمه یعنی فهم ما ما رو به اندرون دروازه های اورشلیم میبره در هم میگه هر جا که کف پاتو بذاری به تو خواهم داد همتو اورشلیم سمبل سفارت پادشاهی خدا در بین انسان هاست سمبل حاکمیت و تمامیت اراده خدا در بین انسان هاست در عهد عتیق در عهد جدید افسوسیان باب سه آیه ده میگه کلیسا ویترین آسمانه که حکمت گوناگونه تک تک ماها به ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیا آشکار بشه داود میگه شادمان میشدم می میشدم می چون به من میگفتن که با هم دیگه بریم به خانه خدا اصلا میخوام تصور کنیم یک پاتشا مرد موافق دل خدا انقدر پشتش بسته بود که میتونست بگه بابا من تنهاییم بشینم انقدر خدا عاشقمه انقدر هم جنگ ها رو گذاروندم یکم گوشه خونه بشینم همون جا هم با خدا رابطه برقرار کنم اما شادی داوود در دا هر وضعیتی خانه خدا بود نه فقط خانه خدا خودش بره بلکه به صورت جمع ما هم دیگه عزیزان یکی از بزرگترین صدماتی که میتونه به پیکر کلیسا آسیب برسونه و زخمی کنه گناه جمعی فکر نکردنه اگه تو امروز در کلیسا هستی و منافع خودت مساله خودت من بچه های من خانه من بیشتر از کلیسا بدن خداوند برات ارزش داره تو در معرض خطر خیلی بزرگی هستی و کم کم سیر نزولی رو طی کنی چرا؟ چون شادی خداوند در جماعته جماعتی که با همدیگه در یک هدف با تمامی تفاوتها و تمامی ضعفها و تمامی اختلاف نظرها دارم با همدیگه تا مقصد آزادی عیسی مسیح و پیروی میکنه، تشویق قوت اعتماد زمانی تو به عنوان کلیسا تجربه خواهی کرد که آزاد بشی از قرق شدگی در خودت از اینکه من چی به دست میارم در کلیسا اورشلیم شهری به هم پیوسته است عزیزان چه چیزی باعث پیوستگی کلیسا میشه چه چیزی باعث پیوستگی و به هم وصل شدن شهر خدا میشه جایی که افرادی غیرت دارند برای خدا و خانه خدا به هم وصلن با تمام تفاوتاشون اونجا مثل شهریان که به هم پیوستن هیچ منفظی هیچ خروج و رخنهای هیچ مشورت دشمنی نمیتونه وارد این شهر خدا بشه جایی که افراد در یک غیرت الهی در یک اتحاد الهی با هم کنار هم ایستادن اونجا نه فقط شهری به هم پیوسته است بلکه اونجا شهری زیبا و مستحکم عزیزان که هیچ دشمنی یارای مقابله با اونو نداره برای همین داوود بعدش میگه برای سلامتی اورشلیم دعا کنین مسئلت کنین آنانی که تو را دوست میدارن خجسته حال خواهند شد اصلا این احتیاج به تعریف نداره حال خودتو نگاه کن توی کلیسا آنانی که تو را دوست دارند در هر وضعیتی خوجسته حال خواهند شد در عهد جدیدم تمام این حقایق ابدی در مورد معبد خدا در مورد اورشلیم زمینی کلیسا خیلی عمیقتر و زیباتر به تصویر کشیده شده ما در کتاب مکاشفه باب یک دو سه خیلی خوب میخونیم نیست وقتی یوحنا در, در اون جزیره پتموس عیسی مسیح رو عزیزان در اون شکوه جلالش ملاقات کرد وقتی اون پادشاه کائنات رو اون پادشاهی که جمیلتر از هر بنی آدمه اون پادشاهی که دور و نعمت و لبهای او جاری است وقتی او رو ملاقات کرد اسرار خیلی حیرت انگیز رو بر یوحنا باز کرد از دنیا از آخر این دنیا که هممون داریم میبینیم ولی قبل از همه اینا راجب کلیسا کلیسای جهانی نه ها. کلیسای جهانی سر جای خودش کلیسای محلی با یوحنا صحبت کرد عزیزان چشمان یوحنا عیسی مسیح رو دید در بین کلیسا خرامانه نه مثل شخصی که محو ناپیداست از کالبد کلیسا بلکه شخصی مقتدر و پویا و زنده در میان کلیساها داره میخرامه و تمام کلیساهای محلی مثل دفتری گوشوده پیش روست چقدر با اشتیاق داره راجع به کلیساها صحبت میکنه عزیزان هیچ جایی با قلب عیسی مسیح نسبت به کلیسا در این سه تا باب تو رو به رو نمیشی و آشکار نمیشه برات قلب عیسی هشدار میده کلیساها رو اندرز میده شبانان کلیساها رو توبیخ میکنه که چرا نسبت به ایزابل هایی که دارن تو کلیسا تردد میکنن و پسران و دختران ایزابل متحمل میشن و سکوت میکنن داره تعالیم اشتباه و نبیهای کذبر کذبه رو اشاره میکنه و شبانان رو توبیخ میکنه برای اینکه سازش کردن روحای بی تفاوت و سرد و نکوهش میکنه و چقدر زیبا دلسوزانه سوزانه از هیچ جا قلب پر رحمت ایسا رو نمیتونم ببینم که اشاره میکنه به پاداشها برای قلب کنندگان انگار میخواد کلیسا رو برانگیزه انگار میخواد کلیسا رو بیدار کنه عزیزان تمام این حرفا رو میزنه تا مهر تاییدی باشه و کلامی که پولس افسوسیان گفت عیسی کلیسا رو محبت کرد و جان خودش رو برای کلیسا داد در تمامی مخلوقات از در بین کل جهان خلقت یک چیز فقط یک چیز قلب عیسی رو پر از مسرت و شادی میکنه و اون کلیسای مجیدشه اون کلیسای مقدسشه که جان خود شد تک تک ما رو از دنیای ظلمت و تاریکی به نور حیرت انگیز کلیسا کلیسای خداوند زیر پوشش این خون زیر سایه این بالهاش بگیره به خاطر همین چقدر اهمیت داره که ما قلب و احساس ایسا رو راجع به کلیسا بدونیم و هیچ وقت به خودمون اجازه ندیم با دیده تحقیر سرزنش دراز کردن دست محکومیت به کلیسا نگاه کنیم چون هر کلیسایی در هر ضعفی چراغدانی طلا در دست خداوند ما عیسی مسیح و به خاطر همین از اهمیت خاصی برخورداره به خصوص امروز که این مذبح اینجا با, با برپاست که تشخیص بدیم بدن عیسی مسیح خداوندو هر ماه میخونیم نیست اول قرنتیان 11:29 هر که به طور ناشایسته از این نان و از پیاله به نوشد. مجرم بدن و خون خداوند ما عیسی مسیح است اگر تشخیص ندهد بدن عیسی مسیح خداوندو اگر تشخیص نده بدن روحانی و معنوی عیسی مسیح خداوندو مجرم بدنه یعنی بدن خداوند رو آسیب رسونده و اون مورد محکومیت قرار میگیره سوال اینجاست آیا کلیسای محلی خودتون رو دوست دارین عزیزان؟ آیا غیرت و تعهد برای کلیسا دارین؟ کسانی که نسبت به کلیسا عزیزان احساس تعلق خاطر نمی و هر موقع کلیسا قدرت داره قویه پشتش هستند تا دچار ضعف ها و مشکلات میشه انگشت رو دراز میکنن بهتون میگم عزیزان یکی از عالی ترین برکات روحانی رو از دست خواهین داد میتونین تصور کنین در چنین وضعیتی شیطان چطور میتونه به طرق مختلف وارد کلیسا بشه از طریق افرادی که هنوز مکاشفه نشده بدن معنوی خداوندشون میتونه چقدر آسیب برسونه عزیزان شیطان چقدر میتونه بسرهای بی توی کلیسا بپاشه دیوارها رو خراب کنه دیوارهای کلیسا که شهادت کلیساست عزیزان شیطان چطور با پچپچ کردن پچ در گوش افرادی که خودشون رو میسپرن به این چیزها غصورات و, و شکستهای افراد و با عینک بینشون بدبینیشون بزرگ جلوه میدن و چقدر موزیانه شیطان میتونه تخم تفرقه و جدایی در کلیسا بپاشه تا نه در نهایت گله زیبای خداوند گله ای که به خون گرانبه او خریده شده از زیر این پوشش بیرون بیاد و در معرض حملات متعدد قرار بگیره از اون بزرگترین مجازات پولس و عهد جدید این بود که یه خاطی که سر به راه نمیشه از عضویت کلیسا دور کنه و چقدر درد آوره عزیزان چقدر رنج آوره که گاه خودمون داوطلبانه با یه هل پوک با یه بهونه های واهی ترجیح میدیم به دام شیطان بیفتیم کلیسای محلی نه فقط مایه شادی مسرت و افتخار خداوند ما عیسی مسیح و که پایگاه مرکزی خداوند برای نگاه داشتن آین های مقدس و همینطور اساس بنیاد حقیقت و راستی کلیسا جایی که شبانان و رهبران بزرگترین وظیفه اینه که قداست کلیسا رو حفظ کنن و کلیسا رو از هر آفتهای های احتمالی درونی و بیرونی در حفاظت قرار بدن با شقاقها ها رو به رو بشن با جدایی رو به رو بشن تا گله خداوند شغال های کوچیک بینشون نیفته کلیسای خداوند در اون ماهیت الهی خانواده الهی عزیزان تو خانواده خودت انتخاب نمی کنی. یه موقع بچه های من وقتی کوچیک بودن دائم میگفتن تو چرا اینو به دنیا آوردی؟ اون یکی میگفت تو چرا اینو به دنیا آوردی؟ کاش این به دنیا نیامده بود. ولی اونا برادر و خواهر بودن. خودشون انتخاب نکرده بودن عزیزان. کلیسا شیرخوارگاهه. یکی دو سال میان عزیزان شیر میخورن باید پوشکشون عوض شه فیز از فیض سو استفاده میکنن باید سو استفاده کنن چون بچه تا یکی دو سال شیر خارگاهه تا از های روحانیشون قوی شه کلیسا گاهن میشه مهمان سرا افرادی میان اتراق میکنن آرامی مییابن میرن کلیسا شفاخانه الهیه که میان یهوه رافا دردها و مرس های اونا رو برمی‌داره کلیسا مجمع پرستندگان حقیقیه که شادمان میشن با هم خداوندشون رو در اون عظمت و جلال بپرستن کلیسا سفارتخونه است از و و تک تک ما سفیر هستیم تا پیام صلح و آشتی رو به دنیا برسونیم کلیسای خداوند ارتش رستگاریه سرباز خونه است وقتی رشد میکنن کنار هم میستن از زان تا جلوی دشمنان در روح بیستن تا عزیزانی که زیر نیروهای تاریکی و تسلط تاریکی هستن آزادی و رهایی اونا را اعلام کنن تا در نهایت از اون دروازه تنگ رستگاری با همدیگه در حضور خداوندمون باشیم آمین, آمین. کلیسایی که به خوبی این چیزا رو میدونه آشکار شده براش خوب میدونه عزیزان در نهایت پایان کار دنیا نزدیکه و با مشاهده کویت های 19 که متفاوت داره سر بیرون میزنه پا پس نمیکشه حول و حراس بهش دست نمیده و نازک شدن لایه اوزون دچار ترس و دلهوره نمیشه برای اورشلیم زمینی کلیسای خداوند در هر وضعیتی میسته در حالی که ایستاده سرمایه گذاری میکنه با پولش عزیزان و دهی کش با هدایاش کلیسا، افرادی که کلیسا هستن فقط سرمایه گذاری نمیکنن و تعهدشون رو به کلیسا نمیدونن. دونن از چطور این بدن گاهن بدن رمق نداره که جلو بره کار خدا رو انجام بده این افراد احتیاج به منور شدن دارن عزیزان چون متوجه نشدن بدن مسیح یک ارگانیزم زنده است و از همه قسمتها احتیاج به حمایت داره و این عزیزان در حالی که برای اورشلیم زمینی کلیسا ایستادن با غیرت با مالشون با جانشون در نهایت چشم سوختن به اون اورشلیم آسمانی اونجایی که داماد داره میاد عزیزان و میخواد با عروس یک بشه آنجای اون اورشلیم آسمانی که عدالت به طور کامل دیگه آه و نال و ذهن خدا اینو چیکار کنم به کی ثابت کنم عدالت اونجا انجام میشه و خداوند هر اشکی رو هر اشکی رو عزیزان این چند هفته به طور خاص برام مکاشفه شد خداوند باز کرد و یه تسلی و شادی بزرگی در قلبم من. هر اشکی رو از چشمان پاک میکنه مخصوصا اون اشکایی که در دعا و شفاعت برای کلیسا بدن عیسی مسیح ریخته میشه آنانی که تو را دوست دارن خجسته حال خواهند شد و داوود ادامه میده برای سلامتی کلیسا دعا کنید باشه که دوست داران توی کلیسای آلفا و در آسایش و امنیت باشد باشه که در میان رابطه ها خانه های ما امنیت و رفایت و سلامتی باشد بعد میگه به خاطر برادران و یاران خود میگویم که صلح و سلامتی بر تو باد به خاطر برادران و یارانی که نه فقط در کلیسا هستند در سرزمین ما ایران مسیحیان یارانی هستند که دارن جفا میبینن بدن عیسی مسیح رنج میکشن خونشون ریخته شده و ما رو شونه های اونا الان اجازه داریم اینجا بیستیم میگه برای اون جفا دیدگان که الان معبد خدا دورم و چقدر دارم فلاکت میکشن صلح و سلامتی رو به طلبید. به خاطر این میگم به خاطر خانه خدا یهوه میگم که سعادت رو به طلبید. از کسانی که کلیسا رو دوست دارن کسانی که امروز یک کمی براشون باز شده و یکمی خدا قلبشون رو لمس کرده و میخوان کلیسا مثل شهری به هم پیوسته باشه که برای منافع خداوند و بدن مسیح بیستن میخوام تشویقتون کنم در این شروع سال جدید در این حتی قبل از اینکه نزدیک این میز اعشا بشین این مذبح مقدس بیایم با همدیگه یه تصمیم قاطعانه بگیریم عزیزان به جای زوم کردن روی عیب های همدیگه، به جای اینکه با عینک های بدبینی و منفی بافی همدیگه رو نگاه کنیم دائما همدیگه رو بگزیم خدایی نکرده بیایم تصمیم بگیریم هر هفته که میخوام وارد کلیسا بشیم سلامتی و عافیت رو برای کلیسای خداوند بطلبیم در موقع خارج شدن سلامتی و سعادت رو برای بدن مقدس خداوند بطلبیم به خاطر یارانمون به خاطر برادرانمون عزیزان همین عزیزانی که الان رو صندلیا نشستیم چقدر شاید خم شدیم بار گران داریم تو این دو سه هفته شاید چهار نفر بودی که ما عشقاشون و ناله هاشون شنیدم چقدر خم شدن چقدر درد دارن از چقدر به ناامیدی و پوچی میرسن بیایم در طول هفته نه موقع اومدن فقط نه موقع رفتن بلکه در طول هفته برای یارانمون برای همراهانمون برای کسایی که پیروی میکنن عیسی مسیح فقط زیر بارهای زیاد هستن شفاعت کنیم تا این آیه در زندگی ما بشه پادشاهی و اراده او را به طلبید عزیزان تا بقیه چیزها مزید خواهد شد شاید پیدا نمی کنی. تو جیب های سوراخ شده دائما میرزی چون دنبال پادشاهی و ملکوت خدا نیستی بیا امروز این تصمیم بگیر آمین برای من سختترین پیام بود عزیزان سختترین پیام که بتونم روی این،, این منبر مقدس که کمتر از مذبح در عهد عتیق نیست بیستم و این موعظه رو بکنم چون توی یک دو هفته خدا خیلی چیزا به من نشون داد که خودم چقدر قانون محبت رو نسبت به بعضی رو شکستم با رفتارم با حرف زدنم و خدا در این هفته چند نفر رو نشون داد بلا فاصله چون برای من هیچ چیزی بیشتر از این باعث شادی و دردم نمیشه اول درد برای اینکه با خودم آشنا میشم با خودم آشنا میشم که چه اشتباهی کردم چقدر رفتار من ضد بدن مسیح بوده و چقدر خدا رو درد آورده این خیلی درده ولی بزرگترین سعادت من اینه که خدا رحم بکنه که به من نشون بده با شادی به چند نفر زنگ زدم و طلب بخشش کردم شادی و قوت خداوند دوباره قلبمو گرفت از میخوام بهتون بگم هیچ انسانی هیچ واعظی قادر نیست اینجا بایسته هر آنچه که موعظه میکنه زندگی کنه هیچ واعظی اگه نه سالی یک بار بیشتر اجازه نداره اینجا وایسه هیچ معلم کلامی نمیتونه آن چیزی که میگه موعظه میکنه زندگی کنه مگر اینکه روح خدا و دعای شما مقدسین پشتش باشه در این سالی که پیش رو داریم نه تنها برای بدن مسیح منم جزء بدنم من شخصا خیلی به دعای تک تکتون احتیاج دارم برای اینکه در کلیسای خداوند در اون حقیقت و راستی و تعهد بیستم و با هیچ چیزی که ناراستی سازش نکنم و همینطور موعظه که میکنم حداقل یه قدرش رو زندگی کنم آمین قول میدین من نمیتونم اجازه ندارم از طریق پیام آوران دیگه صحبت کنم خودم این نیاز رو خیلی تو این هفته ها احساس کردم که چقدر به دعای شما احتیاج دارم که پشت من باشین برای این قسمت که بتونم این منبع مقدس و همینطور مقدس و بی حرمت نشه سرهای خودمون خم میکنیم ای خدا من نمیخوام هیچ کس امروز به هیچ دلیلی از نزدیک شدن به این تغذیه روحانی خدا و خودشون محروم کنه حتی اگه کلام با او صحبت کرده قلب او انقدر گوشتی بوده که خیلی چیزا رو بهش نشون داده خداون ولی کمک کن که هیچ کس خودش از این تغذیه روحانی محروم نکنه هم تو در این حال هیچ کس هیچ فردی که الان میشنوه هیچ فردی که الان در این سالونه بدون روحیه فروتنی و تواضع بدون روحیه که تشخیص نده بدن مسیح و اگه جایی به بدن مسیح صدمه خورده و طریق رفتار، غیبت، سخنچینی بد کردن بی اعتبار کردن خداوند رحم کن و چشمای تک تک ما رو باز کن تا امروز به طور ناشایسته در این میز مقدس در این مذبح مقدس شرکت نکنیم تا بدن خداوند ما ایسای مسیح ضعیف نشه بلکه هر کدوم ما و فروتنی و توازو دلهای خودمونو ببینیم و ببینیم خداوند اگه به ما نشون میده این برکت و رحمت و فیض اوست که نور بر تاریکی های قلب ما بتابونه تابونه تا کلیسا بدن تو خداوند در قوت در این دنیای تاریک در این زمانهای آخر زور آور بشه چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم و بدن مقدس مسیح بگه آمین